ترانه ای عاشقانه برایم بخوان، فیلمی به کارگردانی مهرداد غفارزاده با حضور بازیگران مطرح دو کشور ترکیه و ایران. در این فیلم یوسف جیم در نقش یک خواننده معروف امره آکین ایفای نقش میکند و نقش مقابل او افسانه پاکروز که با نام دلارا بازی میکند. علی بوراک جیلان کارکتر هاکان را بازی میکند و پژمان بازقی هم در نقش حامد در این فیلم حضور دارد. امره با صدای خوبی که دارد با دوستش هاکان در یکی از رستوران های استانبول به عنوان پیک موتوری کار میکند. هاکان یک رابطه عاطفی با یک دختر به نام آدا دارد. امره گاهی اوقات برای کودکان بی سرپرست در پرورشگاهی به اسم بچه های بهشت کنسرت برگزار میکند. هاکان و آدا در یکی از همین کنسرت ها از خوانندگی امره فیلم برداری میکنند و در فضای مجازی منتشر میکنند و این باعث معروف شدن امره میشود. آیلا که در این فیلم نقش یک تولید کننده تلویزیونی را دارد امره را ساپورت میکند و باعث ثروتمند و مشهور شدن او میشود. آیلا که عاشق امره شده متوجه میشه که امره به او علاقه نداره. مادر امره در حین برگزاری اولین کنسرت بزرگ و مهم امره از دنیا میره و این موضوع باعث افسردگی شدید امره میشه. دلارا و برادرش حامد که ایرانی هستن به استانبول میرن تا به توصیه پدرشان شعبه ای از کارخانه ای رو که صنعت خانوادگیشون هست در استانبول تأسیس کنند. مشاور املاک میخواد با حیله و دسیسه پرورشگاه و خانه بچه های بهشت رو به دلارا بفروشه. همونطور که گفتیم امره از بچه های بی سرپرست این پرورشگاه حمایت مالی میکنه و مخالف فروش این پرورشگاه. برخوردهای بین امره و دلارا باعث علاقه مند شدن این دو به یک دیگر میشه. آیلا که از رابطه بین امره و دلارا ناراحته همکاریش رو با امره قطع میکنه. دلارا که از خرید پرورشگاه منصرف میشه در حین برگزاری کنسرت امره تصمیم میگیره به ایران برگرده و ادامه این داستان رو با دیدن فیلم برای شما جذابتر کردیم. با اتمام فیلم برداری و حاضر شدن این فیلم در سینماهای ایران و ترکیه پخش خواهد شد. همچنین در این فیلم کنار ملکزاده خواننده آذربایجانی مشهور و پرطرفدار در بین ایرانی ها هم حضور داره. بازیگران ایرانی فیلم عبارتند از پژمان بازقی، افسانه پاکرو، سارا احمدی، فرهاد قائمیان، فرناز محمودی، آیتک جابید و از بازیگران مطرح سینمای ترکیه میشه یوسف چیم، علی بوراک جیلان، هازال تورسان، آیشن اینجی، سامرا دینجر و الیف اورل را نام برد که در ادامه توضیح مختصری از زندگی بازیگران ترک برای شما خواهیم داشت. یوسف چیم بازیگر، مدل، خواننده و مجری ترک متولد 26 سپتامبر 1991 در استانبول است. بازی بسیار خوب یوسف چیم در کنار افسانه پاکرو در فیلم ترانه عاشقانه برایم بخوان که محصول مشترک ایران و ترکیه است، این بازیگر ترک را در بین بینندگان ایرانی پیش از پیش محبوب کرد. یوسف چیم فرزند کوچک خانواده 5 نفره خود است. او یک خواهر و یک برادر دارد. خانواده یوسف اصالتاً اهل شهر گرسون هستند و پدرشان داروساز است. یوسف اولین کار هنری خود را در سال 2009 با کار مدلینگ آغاز کرد. او در سال 2011 پس از شرکت در یک مسابقه مدلینگ نفر دوم این مسابقات شد و به نوعی زمینه شهرت وی فراهم شد. او پس از این مسابقه بازی در تبلیغات تلویزیونی برندهای مختلف رو شروع کرد. یوسف چیم برای اولین بار با سریال آزرا به دنیای بازیگری قدم گذاشت و با کارکتر مصطفی در کنار بازیگرانی همچون رویدا اکسوز، ارگین کیلچر، آسومان باباک و اسماعیل فیلیز به ایفای نقش پرداخت.
او پس از این سریال در فیلم ها و سریال های مختلفی به ایفای نقش پرداخت. بازی اخیر یوسف چیم مربوط به سریال ثروت در سال 2017 است. او در این سریال به همراه بهار شاهین نقش اصلی را بر عهده داشت. از دیگر بازیگران این سریال می توان به علی سوملی، آرسن گرداب، تولای گنال، کامبولاد گورکن و باریش یالچین اشاره کرد. بازیگر خوشتیپ علی بوراک جیلان برای اولین بار با بازی در سریال عشق بی پایان کاراسودا وارد دنیای بازیگری شد و توانست با بازی در این سریال مشهور و معروف بشه و خیلی طرفدار پیدا کنه. علی بوراک جیلان به تازگی با بازی در سریال تپش قلب توانست مشهورتر بشه و به تعداد طرفدارهاش روز به روز افزوده بشه. علی بوراک جیلان در سریال تپش قلب نقش دکتری به اسم اوگوز را بازی میکنه. پازال تورسان بازیگر زن ترک متولد سال 1985 در شهر آنکارای ترکیه است. وی فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنر آنکارا است. پازال در سال 2014 در سریال لطیفه در نقش اصلی دنزل خواهر لطیفه با انگی آکیارد و توبا بویوکاستون همبازی شد. او در سریال فضیلت خانم هم در نقش یاسمین عروس خانواده اگمنها ایفای نقش میکنه. در این سریال در کنار بازیگرانی همچون ماهیر گونیشی رای، نازال کسال و دنیز بایسال ایفای نقش کرد. هازال در حال حاضر مجرده و 170 سانتی متر قد داره و در صفحه اینستاگرام وی بیش از 320,000 دنبال کننده داره. آیشن اینجی بازیگر زن ترک متولد سال 1955 در آنکارای ترکیه است. این بازیگر فعالیت خودش رو در سال 1977 در سریال آلتیلر و بازی در نقش نیهان شروع کرد. بعد از اون در سریال ها و فیلم های متعددی ایفای نقش کرد و تا به امروز بازیگری خود رو ادامه داده. وی متأهل و 175 سانتی متر قد داره و به تازگی با بازی در فیلم ترانه عاشقانه برایم بخوان در بین ایرانی ها طرفدارهای بسیاری پیدا کرده. الیف اورل بازیگر زن ترک متولد دوم نوامبر 1986 در ازمیر ترکیه است. الیف اصالتی یونانی داره. این بازیگر 174 سانتی متر و 56 کیلوگرم وزن داره. وی فعالیت خودش رو در سال 2015 با سریال آکیل سرویس شروع کرد. این بازیگر همچنین در فیلم برای هم یک ترانه عاشقانه بخوان، فیلم ایرانی و ترکیه‌ای با بازیگران ایرانی همچون پژمان بازقی و افسانه پاکرو هم بازی شد. الیف در سریال پرندگان زخمی در سال 2019 نیز ایفای نقش کرد. این بازیگر در حال حاضر مجرد است.